پنمونجام، قریه‌ای که در مرز دو کوریا موقع دارد و سربازان دو کشور هر روز برای محافظت از این گذرگاه در مقابل یک دیگر می ایستند. محله که یک سرباز آمریکایی روز سه‌شنبه از آنجا وارد کوریای شمالی شد. و اما در پنتاگون، مقر وزارت دفاع آمریکا لوید آستن به پرسش‌ها در مورد سرنوشت این سرباز پاسخ داد. یک عضو نیروهای مسلح ما که در کوریا جنوبی مصروف انجام وظیفه بود، با میل خود و بدون اجازه رسمی خط مرزی نظامی را عبور کرد. به باور ما او اکنون در بازداشت کوریا شمالی است. وضعیت را از نزدیک تحت نظارت و تحقیق داریم و قرار است از این موضوع خانواده سرباز را مطلع سازیم تا آنان نیز در رسیدگی به موضوع سهم داشته باشند. من نیز نگرانی عمیق در مورد سلامتی سربازانمان دارم. تا هنوز دلیل اصلی ورود تراویس کینگ به کوریای شمالی روشن نشده است. این سرباز آمریکایی 23 سال عمر دارد و عضو فرقه اول زرهدار اردوی آمریکا بود. تراویس پیش از این دو ماه در کوریای جنوبی به جرم حمله فیزیکی زندانی بود و قرار بود روز دوشنبه به خاطر مجازات بیشتر به آمریکا فرستاده شود. فرار سربازان آمریکایی از کوریای جنوبی به کوریای شمالی رویداد تازه نیست. در دهه های 60 و 70 میلادی 4 سرباز آمریکایی به کوریای شمالی فرار کرده بود. اینها سربازانی بودند که نظر به هر دلیلی که بود از خدمت در اردو در کوریای جنوبی ناراضی بودند و تصمیم گرفتند به جای اینکه به خانه‌شان به آمریکا برگردند به کوریای شمالی بروند. این رویداد درست زمانی رخ می‌دهد که تنش‌ها بین کوریای شمالی از یک سو و آمریکا و کوریای جنوبی از سوی دیگر افزایش یافته است. چون در هفته جاری قبل از اینکه این رویداد اتفاق بیفتد، خبر کلان این بود که آمریکا یک تحت البحری دارای قابلیت پرتاب میزایل‌های بالستیک را برای نخستین بار پس از اوایل دهه 80 میلادی به بندر بوسان در کوریای جنوبی می‌فرستد. امریکا این تحت البحری را پس از آن به کوریای جنوبی فرستاد که کوریای شمالی طی چند ماه اخیر چندین میزایل به شمول دو میزایل را امروز نیز پرتاب کرد. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.